سلام عزیزان، دوستان برنامه، امیدوار هستم جور و صحتمند باشین هر کجای دنیا که هستین و وقت همگیتان بخیر. برنامه نخبگان هست با ما مهناز احمدی و تمامی شما عزیزان در این برنامه خیلی خوش آمدید میگم، مخصوصا اویده دوستا و عزیزانی که تازه در برنامه ما پیوستن. فعلا ما کارت 4 هستم، آمدیم کارگاه هنری یکی از جانان خلاق و با استعداد ما که ما میخواهیم کارگاهشان به تصویر بکشانم و در مورد خودشان، در مورد فعالیت‌هایشان و کارکردهایشان صحبت بکنیم. پس دوستا مرد این برنامه همراهی بکنیم. سلام دوباره، سلامت باشین. میشه که در نخست خودتان برای ما و دوستان معرفی بکنین که بیشتر همراه شما آشنا شویم. با اجازه سلام خدمت بیننده ها، خدمت شما. سید حبیب الله اکبریستم، دانشگاه تمام کردم از بخش علوم طبیعی و خلاف رشته کار میکنم. چون بخش خودم یاد گرفتم و خیلی علاقه داشتم، چون سبک جدید است کلا در افغانستان، خصوصا افغانستان که احتمال میدم شاید نه درصد ولی در کابل 100% کار نو است، کیفیت نو است. سلامت باشین، بسیار زیاد سپاسگزار هستیم از شما، از مهربانیتان و از این که بر ما وقت دادین که ما همراه شما برنامه داشته باشیم. و دوستای عزیز، ای اولین برنامه نخبگان هست و برنامه خود شروع میکنیم با سید حبیب الله اکبری. در نخست بر ما بگوین که دوست دارین که من شما را حبیب الله صدا بزنم یا اکبری، با کدامش راحت هستیم؟ چون من خودم پسر سومی هستم و از رسم داد خوشم نمیاد، حبیب الله بگید بهتر راحت ترم. درست است. حبیب الله جان، چند سال میشه که اینجا هستی و کار میکنی و در مورد کارت بر دوستا بگو که دوستا بدانن که خودت در اینجا چی کار انجام میدی؟ اول از بخوام از مدت کارم اگه بخوام شروع کنم، کارم بخوام حرفه‌ایش شروع کنم، دوره حرفه‌ایش من کارگاه دارم اینا یک 9 ماه شد شوه، ولی قبل از اینکه من کارگاه بزنم در خانه کار میکردم، بعضی مشاوره داشتم در خانه جور میکردم، بعضی می تسلیم میکردم. شاید سرجم در کل مجموع شد یک سال شوه. یک سال بشه. در نام کارگاه، کارگاه هنری تو هست فکر کنم. تو بله. درست است؟ و تو رم تی و نچسبانده من. در مورد نامش صحبت خود کردیم، ولی در ابتدا بر ما بگوییم که در این کارگاه چی هنر را شما انجام میتیم؟ هنر که البته من خود در حد هنرمند نمیبینم، این هم کار است که نو است و نمیدونم که بیننده ها و مردمش ما میره هنر میدونن نمیدونن، ولی کار نو است، طرح نو است. انتقال تصویر روی چوب است، یعنی به شیوه کاملا جدید، طرح کاملا جدید، مثل که نه کار ماشین است، نه کار دستگاه، نه نقاشی است، کلا یعنی 0 تا 100 با دست میشه و مواد طبیعی. هنر دست است. بله. و دستای شما. بله. و مثل که شما نمونه رو هم میبینین، کاغذ نیست روی چوب، نقاشی هم نشده. بله. و از چوب جدا نمیشه، حک شده روی چوب با مواد و دست. برای هنرتان ما چی بگوییم؟ نقاشی روی چوب یا یک چیز دیگه؟ نه، میتونم بگیم که نوعی از چوب، تصویر روی چوب یا میشه انتقال تصویر روی چوب، چون هنوز خودم نام دقیق برایش انتخاب نکردیم، چون کار نو است و فکر نکنم نام جدید هم نامی یعنی داشته باشم. با دلیل اگه بگم نقاشی نیست، چون نقاشی نیست، چوب، چوب من با ماشین میشه، با دستگاه یا وسیله انتقال تصویر. آره. روی انتقال تصویر روی چوب. از چوبایی که خودت استفاده میکنی در مورد تزی برای ما بگو حبیب الله جان. ما چون در افغانستان یک ذره محدودیت داریم برای مواد، اینا کمبود مواد داریم، مثلا ما فعلا یعنی تا چند وقت پیش از تخته 7 پوست استفاده کردیم، تخته است مثلا، چوب خالص نیست، تخته است ما دلیل، ولی فعلا تازه یک جایی را آشنا دارم که مثلا برام چوب خالص میتونن برام تخته بشه، یک تخته درست کنن که در دو نوع چی میتونم عکس جور کنم تصویره، یک تخته است، تخته است، یکی هم چوب خالص، یکی تخته و یکی هم چوب خالص. تصویرهایی را که فعلا ما در کارگاه خودت میبینیم و دوستا میبینن، اینا چوبشان چوب خالص هستن یا تخته؟ نه خیلی، اینا کلا تخته است، فقط یک تصویر، این تصویر است بیادرم رسالش جور درست کردم، این چوب خالص است. چوب خالص. آره، تفاوت در کیفیت کارم داره چوب خالص با تخته و در قیمتش هم تفاوت داره. خواه چی شد که ایران را انتخاب کردی و این هنر زیبا را؟ ایران چون اول انگیزش تصمیم قاطعی نداشتم که کارم را بخوایم بسر شکل حرفه‌ای شروع کنم، چون من خودم در خانه جور میکردم، پیش خودم عکس خودم را که دیدن بعضی دوستای و فامیلای من خوش کردن، بس
اینا برای من انگیزه داد که بتونم مثلا کارگاه بزنم به شکل حرفه‌ای شروع کنم من. نه مثلا در خانه فقط برای خودم و برای چند تا اعضای فامیل اونجور کنم. با اون دلیل کارگاه را شروع کردم. حبیب‌الله جان در مورد نام کارگاهتان بگوین، تو چرا انتخاب کردین؟ تو به دلیل که این تو میشم تو خیلی رک خیلی یعنی واضح مثلا کسی مخاطب میگه تو، شما نمیگه تو میگه، یعنی مثلا خیلی سمیت دوستانه. آره دوستانه سمیت و تو انتخاب کنم تی و و نکس مندم تو مندم به دلیل که تو مخاطب میشه و کنی مسئله یا شعر که من در کارگاه دارم همین تو را داره، یعنی مخاطب هم بس میگه. مثلا یک جمعه ایست که من هیچم و تو در تمام هیچ من همه ای خواهم یکیش است، همین تو به دلیل که مخاطب هم است. بسیار خوب. از کارگاهتان چی امید و آرزوی داریم؟ یا برای کارگاهتان چی آرزوی داریم؟ از کارگاهم آرزوی بسیار دوست داره با این کارگاه هنری به کجا برسی؟ من جد دنبال جمعه مادیش نیستم، جمعه اومن معنی و معرفتی که فرهنگیش که کارم رشد پیدا کنه در بین مردم و بتونم که این سرخ چون کار نواست بتونم یک کاری شد بین مردم که اینا مثلا عکس روی کاغذ نشه و عکس روی چوب باشه برای ماندگار، برای همیشه پیش کسی خاطره میمونه از من و اونام که انتخاب میکنن کار منه به دلیل ارزش قائل میشن و من یعنی نهایت تلاش میکنم که کم نگذارم برای مشتریانم. و بسیاری آرزو از کارگاه یعنی بسیاری با خود تلاش خودم داره چرا بخوایم کار کنم مثلا کارگاه مثلا کار خودم و از مشتریام توقع خاص ندارم، فقط که حمایتم کردن تاله را پشتون بودن و این حمایت دوامدار باشه. دوامدار باشه بله. بدون شک. سپاس از شما از اینکه بر ما وقت دادین که ما بیاییم همراه شما برنامه داشته باشیم. شما یکی از افتخارات کشور ما هستین و واقعا نخبه هستین و خیلی خوشحال شدیم از اینکه بیشتر با شما آشنا شدیم. میشه که پیام آخر تا نداشته باشین البته در این برنامه؟ اول شما تشکر میکنم به دلیلی که بر ما و برای کارم ارزش دادین، ارزش برنامه رو دادین که یک برنامه ثبت کنم با شما و پیامم اینه که چون عزیز من هنرمند، من خود هنرمند نمیدونم ولی هنرمند نباید کار از روی تعصب کار رو انتخاب کنه. مثلا ما اگه بخوام نقاشی کنم نباید بگم که این بار سیگار خوشم نمیاد من نقاشی نمیکنم. من در کارم هیچ یعنی منفی نگری ندارم و پیامی است که فکر مثبت داشته باشن، تعصب از کار خود دور کنن و با انگیزه و با عشق کار کنن. تشکر از پیام زیبایت. هدف برنامه ما و هدف تمام همکارای ما هم این است حبیب‌الله جان که ما جوانای خلاق، جوانایی که ابتکار میکنن، نوآوری میکنن و با استعداد هستن و دوست دارن که مستقلانه عمل بکنن، اونا را پیدا بکنیم و ما هم همراهشون آشنا شویم و به این دایی که برنامه را میبینن اونا هم آشنا شون و خوشحال هستیم که با شما هم آشنا شدیم. دوست دارم، بزرگی کردیم. سپاس از شما. دوستان عزیز، هموطنان نازنین و گل، ای بود اولین برنامه نخبگان که با شما داشتیم. امیدوار هستم که از این برنامه شما لذت برده باشین، این برنامه براتون جالب واقع شده باشه. منتظر برنامه های بعدی نخبگان هم باشین، ای که ما کجا خواد رفتیم و با کدام جوان خلاق و با استعداد ما آشنا میشین. اگر برنامه را دوست داشتین پس برنامه را دنبال بکنین، سابسکرایب بکنین و همچنان دوستا یادتان نره که در مورد برنامه نظریاتتان حتما با ما شریک بسازین، در مورد پیشبرد برنامه، در مورد روند برنامه و همون نظریاتتان برای بهبود برنامه. همتان را به خداوند پاک میسپارم. متوجه خودتان باشین. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.